با درود به باشندگان و شنوندگان این همایش و با سپاس از برگزار کنندگان از اینکه به من این فرصت رو دادن سپاسگزاری میکنم. از اینکه مخالفت با اعدام تبدیل به یک موج جهانی توسط ایرانیان شده شادمان و امیدوار هستم. من نه تنها با اعدام مخالف بودم، با زندانی و منزوی کردن مجرمان هم در شرایطی که اکنون جاری است مخالف هستم. من دیدگاه خودم را در سال 55 و سپس در سال 70 با ارائه طرح‌هایی برای لغو اعدام و تبدیل دوره‌های زندان به بازآموزی و یک زندگی سازنده و سودمند برای جامعه ارائه دادم. هرچند لغو اعدام آن به غلط به قصاص ارتباط داده شد و نقدهایی به آن از سوی برخی مراکز مذهبی منتشر شد، ولی بخش لغو زندان کنجکاوی‌ها را برانگیخت و من در پی آن طرحی برای زندانیان بزهکار پس از آزادی از زندان در راستای بازسازی و بهبود زندگی آنان ارائه دادم که تا حدودی هرچند اندک تاثیرگذار بوده است. من حتی چند پیش مقاله‌ای با عنوان دیکتاتورهای افتاده را نباید اعدام کرد نوشتم و دلایل خود را ذکر کردم. بنابراین دیکتاتورها اگر می‌خواهند کنار بروند نباید از ما بترسند. به هر حال آرزو و هدف من این است که روزی هیچ اعدامی و زندانی در جامعه ایرانی نداشته باشیم. البته روی سخن من با زندان و اعدام سیاسی و عقیدتی نیست که به کلی غیرقانونی، ضد بشری، مغایر با بیانیه جهانی حقوق بشر و در نظام‌های پیشین و کنون ایران حتی مغایر با قانون اساسی خودشان بوده و هست. اعدام‌های سیاسی و عقیدتی که خانواده ما هم در هر دو نظام از آن بی بهره نبوده و خودم هم تا نزدیکی آن رفتم باید جنایت علیه بشریت شمرده شود. زیرا وقتی یک نظام سیاسی حاکم بر یک جامعه مخالفان سیاسی خود را زندان یا اعدام می کند، در واقع از امکاناتی که همون جامعه به او داده و اعتماد کرده که برای امنیت و رفاه و پیشرفت مردم به کار برده بشود، برای سرکوب همان مردم که به او اعتماد کردن به کار برده گرفته میشه. این رو من شورش حکومت علیه مردم کشور خود میخوانم و خیانت در امانت. برای بازدارندگی یاغیگری حکومت ها علیه مردمشان، از آنجا که قانون های دیوانی کیفری بین المللی فقط برای جنایت های گروهی تدوین شده، ما در ایران باید پیشگام نخستین قانون های نوین برای جنایت های ضد بشری حکومت ها علیه شهروندان خودشان شویم که زندان و اعدام سیاسی و عقیدتی را شامل میشه، برای اجرا در کشور خودمون تدوین کنیم. شاید دیگر کشورها هم از اون پیروی کنن. من الان مشغول نوشتن پیشنهادی در این زمینه زیر عنوان قانون مجازات جنایات بشری علیه شهروندان هستم. اعدام یه فرد بزهکار و یا قاتل یک اقدام انتقام جویانه و در تضاد با حق طبیعی زندگی، بیانیه حقوق بشر و آموزه های اخلاقی دینی و فلسفی جهانه. جوامعی که بزهکاران رو اعدام میکنند در واقع به نادانی، ناکارآمدی و سوء مدیریت نظام اداری خود اعتراف و با پاک کردن صورت مسئله فرافکنی میکنند. جامعه باید نسبت به شهروندان خود احساس مسئولیت کند. بیماری در جامعه فقط قلبی و سرطان و قند خون نیست. بیماری میتواند بیسوادی باشد، فقر باشد، پرورش نادرست باشد و بیش از همه ناکارآمدی و فساد نظام سیاسی و اقتصادی و حکومتی باشد. بیشتر اعدام ها در سراسر جهان علیه طبقه محروم و فقیر جامعه انجام میگیره. کمتر ثروتمندی دچار این گونه مجازات میشه. این واقعیت به ما این درس رو میده که مهمترین اقدام برای کم کردن بزهکاری و جنایت در جامعه این است که جامعه را از فقر درآوریم و با بالا بردن سطح آموزش دانایی جامعه را ارتقا دهیم. ترس از مجازات اعدام یا زندان فقط میتواند از جنایات از پیش طراحی شده بکند، ولی هیچ اثری روی جنایت‌های آنی ناشی از مسائل روانی، ناموسی، خشم، شهوت، حرص، نیاز، دیوانگی و یا جنایت‌های سازمان یافته ندارد. با افزایش اعدام‌ها در سال‌های اخیر در ایران، بزه و جنایت هم افزایش یافته.
در آمریکا هم استانهایی که اعدام میکنن هیچ کاهشی در جنایت تجربه نکردند. در بسیاری کشورها از جمله جمهوری اسلامی فرایند دادرسی آلوده به تبعیض‌های مذهبی، جنسیتی، پیش‌داوری، کمبود پژوهش و مستندات و البته فساد مالی و سیاسی است. حتی در نبود این کاستی‌ها، داوری یک انسان توسط انسانی دیگر خطاپذیر است. همان گونه که شما می‌دانید در آمریکا اشتباه دادگاه در تشخیص گناهکار بارها تجربه شده. من امیدوارم که موج کنونی کارزار برای لغو اعدام در ایران به نتیجه برسه و کشور ما پیشگام همه کشورهای اسلامی بشه که این مجازات اعدام را دارن. با سپاس که از من را تحمل کردید، روز شما خوش باد.